بعد از 17 سال زندگی در ایران با آمدن به امریکا با مشکلات زیادی روبرو شدم. دوری از خانواده، ناآشنایی با فرهنگ و صحبت نکردن زبان. در مدت زمان کوتاهی خودم را وقف دادم و زندگی را از صفر شروع کردم و خیلی خوشحال هستم کسی که امروز هستم. من نریمان هستم. 8 ساله بودم که با خانواده‌ام به آمریکا مهاجرت کردم. محیط جدید، فرهنگ جدید و تفاوت‌های ظاهری را با خنده، گریه و سردرگمی کودکانه، با بغض، شادی و حسرت‌های یک نوجوان پشت سر گذاشتم و کسی شدم که هستم. من فرجان هستم. نسل ما نسلی است متفاوت از نسل پدر مادرم. همونطور که نسل پدر مادرم متفاوت از نسل پدر مادرشون بود و همونطور که نسل بچه‌های ما متفاوت از نسل ما خواهد شد. نسل امروز نسل کامپیوتر، اینترنت، تلفن و در یک کلام نسل ارتباط نوین است. علاوه بر همه این تفاوت‌ها، عامل اصلی متفاوت بودن نسل ما مهاجر بودن ماست که ما را در دنیای قرار داده با آپشن‌های بسیار متفاوت از استانداردهای پدر مادرمون. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که انسان‌های متفاوت از سرزمین‌های متفاوت با طرز فکر‌های متفاوت، با باورهای متفاوت در کنار ما در مدرسه، خیابون، اتوبوس، پارک، سینما، مغازه و همه جا زندگی می‌کنن. و ما امکان شناخت و باور باورهای اونا رو داریم، هر چقدر که پدر و مادرام مخالف باشند با اون باورها. و اما موضوع این هفته ما. برای خواب معصومانه عشق کمک کن، بستری از گل بسازی، برای کوچه شب دیوار وحشت کمک کن، با تن هم پل بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن. چه ریلیشنشیپ توقع از دوست دختر چیه؟ من دو تا چیز دارم دوست دارم که دوست دختر آیندم و هر دوست دختری که داشتم، که دوست دارم فقط راست حرف راست به من بگه و وقتی که من با دوستان میرم بیرون اجازه بده من دوستان برم بیرون و هی دقیقه به دقیقه تکس نکنه، زنگ بزنم یه کجایی مرده اینجوری اینجوری اینجوری، بذار خوره اسپیس داشته باشیم بین هم. توقع زیاده دختر ایرانی مشاله توقعشون بستگی داره. نمیتونم بلا بستگی به چی داره؟ بستگی به کسی که باش هستی، هر کی عقیده و آیدیاش فرق میکنه با کسی دیگه. با اون نفر که الان هستی توقعات از اون چیه؟ لیست کنم؟ خیلی زیاده پس یه چیزای معمولی trust مهمترین چیزه، مهمترین مهربون بودن، دخترها احساسی هن. هیچ توقعی ندارم، فقط در اینکه بریم بیرون دیت کنیم، بیایم فان داشته باشیم، چیزی هم از من نخواد. اگر هرچی که دارم همونه، that's it. مثلا انقدر پول دارم همینه دیگه، نیاد بگی واسه ماشین بگی، کادو تولد اینو بگی، اون اونجا گرفت. نه، محبت داشته باشه اولین چیز همونه دیگه، تراسی شو دیگه، هرچی که تراسی شو باشه. من توقعی خاصی ندارم، همین که به همدیگه اطمینان داشته باشیم، همدیگه رو اذیت نکنیم، یعنی مثلا گیر علکی به هم ندیم و این حرفا، همین چیز خاصی نمیخواد. والا توقع زیادی نباید داشته باشه، نه دوست پسر نه دوست دختر، باید چی میگم بالانس باشه، هم دوست پسر باید دوست دخترشو ساپورت کنه واسه همه کارا. واسه تو هیچ توقعی از دوست دختر نداری؟ توقع کو چرا، ولی توقع زیادی نباید داشته باشه دیگه، همیشه میگم فایت نداشته باشین، دعوا نکنین، ریلیشنشیپ هلتی باشه و خوشحالی باشه همیشه. توی ریلیشنشیپ توقعت از دوست پسرت چیه؟ میخوام صبح تا شب راجب من فکر کنه، یعنی راجب هیچ دختری دیگه فکر نکنه، فقط تنها فکری تو ذهنش باشه منم. این آرزوی همه دختر هستید. خب نظرات دوستان عزیز شنیدیم، برمیگردیم تو استودیو در خدمت مهمونامون هستیم. دوستان عزیز تو خونه سلام و مهمونای عزیزمون معرفی میکنیم. امیر، داستین، داتیس. داستین هافمنه. داتیس هستم. و معرف حضور همتون هست، تهران عزیز. دوستان خوش اومدید. خیلی خوشحالم که اسم منو اشتباه نگفتین شما. مرسی. دیگه یه تهرانه و یه تو. خب دیگه. امیر جان، خیلی خوشحالم که بازم منو دعوت کردید تو برنامه‌تون هستم با آقای تهران و آقای داتیس. امیدوارم که شما تو انگار پارتنر هست. من و امیر اصلا همینه، همسر منه ها، همسر منیشون. ما به خاطر امروز اینجا به خاطر همین اومدیم. خوش اومدین، خوش اومدین. فاجان جان سلام عزیزم. سلام. خوبی؟ تو خوبی؟ قربانت.
برنامه این هفته در مورد توقعات تو رابطه هست در بین دختر پسر. همونطور که شنیدیم میخوایم چند تا سوال ازتون بپرسیم ببینیم نظرت شما چیه. من که تجربه ندارم امیر. منم تجربه هم زیاد نیست. داتیس من در خدمتتون هستم، هر چی که به تجربه‌ای که داشته باشم روی این میز میزنم و براتون بازگو میکنم، گرچه سنم اونقدر نیست و مثل آقا تهران اکسپریانس ندارم، ولی خب در حتما در خدمتتون هستم. خب سوال اول، فکر میکنه که توی ریلیشنشیپ که هستش باید بین دختر پسر فکر میکنه باید توقعات باشه، اصلا یه لاینی هست برای توقع یا بودنش ضروریه نبودنش چی فکر میکنی؟ اصلا توقع یعنی چی؟ توقع expectation چی؟ مثلا وقتی که دختره میره بیرون به من زنگ بزن روش چکاپ میکنی، یا پسره میره بیرون دختر توقع داره که بهش زنگ بزنه چکاپ بکنه، با کی میره با کی میاد؟ اینا رو که داره میگی توقع، من به عنوان توقع نمیشناسم، اینا قانونه فرق میکنه. توقع یه چیز بعد بیشتری باشه، یه چیز بعد احساسی باشه. توقع که الان شما گفتی همشون قانون بود، زنگ زدن این موقع شب، خدافظی کردن، شب بخیر گفتن، اینا همش قانونه. اگر این کارو نکنی خب یه این قانونه بین دختر و پسر، چیز زوره، میدونی چی میگم، زورگویه. به خاطر اینکه اگر شخص خودش میخواد یه کاری انجام بده میکنه، اگر نمیخواد نمیکنه. و اگر بگی اگر این کارو نکنی این اتفاق میفته، خیلی از دخترها بعضی موقع یه جوری هن که مثلا صبح بخیر بهشون اولین تکست شما به اونا ندی، بری رو فیسبوک یا ست تکست میگیری چرا رفتی فیسبوک، چرا زودتر از من بیدار شدی صبح بخیر نگفتی اینا. پس این توقع دیگه، توقع من میگم اینا قانونه، توقع باید یه چیز بیشتری باشه. من به عنوان توقع یه چیز دیگه میشناسم. قانونه خب واسه همه ولی فرق داره، همه که اینطوری نیستن. قانون واسه همه باید باشه، توقع فرق داره واسه همه. مثلا یکی دوست نداره صبح بهش تکست کنه، مثلا یا پنج دفعه مثلا بهش زنگ بزنی هر روز، ولی مثلا یکی بعضی هستن مثلا باید توقع دارن ازت که زنگ بزنی. خب منم همینو دارم میگم همش. فرقش اینه که اینا همش قانونه که یک پسر میذاره برای دختر، یا دختر میذاره، یک جوریه که زندانیه، انگار که تو زندانی داری مثلا زرج میکشی. چه داتیش چی فهم کنی؟ والا توی تا زمانی که از نظر من رابطه جدی نشده باشه، یعنی اگر شما خب حالا تاپیک برنامه این بود که دیت کردن برای ازدواج، ببینید یه سری لاین ها هست، اگر اون لاین ها شکسته بشه توقع بیجاست، اسمشو من میزنم توقع بیجا. قبل این لاین یه سری توقع هست که خب باید باشه. مثلا اینکه یه دختر خانمی توقع داشته باشه از من روزی 50,000 باش بخوام، این میشه توقع بیجا. هر چقدرم که خب ببین عزیزم من عاشق تو باشم، ولی زنگ زدن مثلا بیشتر از مثلا روزی مثلا 6 بار 7 بار یه کار اشتباهیه. 6 بار چیه مگه؟ حالا نه مثلا ما بیزنس پارتنر نه ما میگیم که 6 بار، یا مثلا خیلی از دختر خانم‌ها گوشی تلفن رو که میگیرن دستشون تا زمانی که اون گوشی شارژ داره صحبت میکنن. خب این این واقعا یه توقع بیجه، واسه چی از من دوست؟ خب من با تمام عشق و احترامی که برات قائلم، ولی خب یه سری مسائل اینطوری، یا مثلا به قول تهران دوست دارم مثلا اول صبح هنوز صورت نشسته مسواک نزده بزنه گود مورنینگ بیبی. ببین من حاضرم به خاله فوجان هر چقدر میخواد رو تلفن صحبت کنه باش صحبت کنه. تو هر دفعه که اینجا میاد خاله من اینجا مهمون بشه. تو تلفن زنگ زدن چرا ما شک کردیم؟ همه من دختره که میشناسی، خب نمیگم کیه، حالا نمیگم، ولی دختره تلفنی چجوریه با تلفنی؟ حالا نمیدونم کدوم دختر رو میگی، کدومشون منظورت بود مطمئن نیستم، اما کلا تلفنی منظور چی؟ حالا مثلا تلفن مثلا اون توقع داره، من میگم قانونه، مثلا قانون همونطوری که گفتی بیجا، من میگم قانونای بیجا. نه کن نمیشه گفت قانون تو هر ریلیشنشیپی، قانون نمیشه بگیم اوکی مثلا این همچین قانونیه، کتاب قانون رو باز بکنه. خب توی ریلیشنشیپ الان هستم دفتر رو بزنم روز اول، امروز بعد چیکار بکنم روز دوم، قانون چه؟ اینو نمیتونیم چیز بکنیم. اینه یه قانونایی هست که بین خودشون میذارن. این دقیقاً بستگی داره کدوم تو چه مقطعی ریلیشنشیپ هستی، که مثلا چقدر کنکتد هستید با هم دیگه، با هم دیگه چقدر نزدیک شده از رابطه از لحاظ احساسی، نمیدونم چقدر با هم دیگه
تفاهم دارید. همین اینا بستگی داره، نمیتونیم بگیم خب الان دو ماه از ریلیشنشیپ گذشته حالا من میتونم به دوست دخترم بگم I love you. مثلا خیلی چیزا که الان مثلا میگه نه بعد 8 ماه بگذره، اینو دارم میگم 9 ماه بگذره بعدن بگه آی لاوی، اولش بگه ممکنه فریک اوت بکنه، نباید این کارو بزنی. من اعتقادم این که همچی قانونی نباید باشه. وقتی که آدم احساس داره که مثلا بگه، خب میگه، هر وقتی که دوست داری صبح پاشی تکست بزنی بزن، دوست داری شب گود نایت بگی بگو، یعنی چیز نیست. آدم چیزی از سر مجبوریت نباید توی ریلیشنشیپ انجام بده، درستش اینه. ولی بیشتر تو ایرانیای خیلی کامن هستش که همش رو هم دیگه چک میکنه. مثلا بچه که بودیم اگه یادتون باشه مامانا زنگ میزد، تا این سنم که هستیم مامانا زنگ میزنه بابا زنگ میزنه اون چک میکنه. نمیدونم آدم این بیشتر تو کسی هست که تو سن پایین‌تر هست. نه بهتره من 25 سالم، مامانم هنوز زنگ میزنه چک میکنه کی میاد. مامانم زنگ میزنه. مامانم نه بابای خب من. نه قضیه تو... مامان ببخشید حرفتو. مامان فرق میکنه. شما عزیزم 70 سالت که بشه، 90 سالت که بشه، ان شاءالله 120 سالت بشه تهران جان، مامان مامانه. تو بشه 90 سالت بازم پسر مامانتی. تو اون سنم مامانت میگه حالا مثلا اون موقع دیگه اینطوری شدی با عصا داری راه میری داری مثلا قرص فلان میخوای. ننه یادت نره قرصتو سر فلان ساعت بخوای. همیشه بچه ای. مالا واسه یه پدر و مادرت تو همیشه بچه ای. اصلا یه معقوله جداست. اصلا ولی این که حالا مثلا من خب تا زمانی که خودم دوست داشته باشم یه کاری انجام بدم برای طرف مقابلم انجام میدم. ولی این که طرف مقابل من از من بخواد که مثلا من 7 صبح آدم من حالا مثلا این مثال صبح میگم مثلا من سر کارم هستم، مثلا حالا اینجا که زیاد سر کار مثلا تلفن رو جواب بدی اخراجت میکنن، چرا زنگ نزدی؟ یه سری مسائل هست منوط به درک آدم هست، یعنی بزن یه خورده راحت تر باید درک بکنی. یعنی سر کار آنسه چرا میخنیم؟ چرا الان یک ساعته به پوینتت نرسیدیم؟ نه اینو بخواهم بگم، از این ور دنیا رفتیم تا اون ور دنیا. نه بخواهم اینو بگم، ببین یه سری چیزا هستش باید قانون نیست ولی باید طرف متوجهش بشه. من نمیتونم زنگ بزنم به تو، احترام توقع نداشته باش، این وقت میشه یه توقع بیجا. حالا از توقع مجبوری بدم میاد. ولی حالا زنگ زدن نه، مثلا کادو بخر، منو بعد مثلا هفته ای دو بار ببری بیرون. توقع ببین، توقع باید داشته باشی چه ریلیشنشیپ. به خاطر دختر ایرونی بذار صحبت کنه، راست میگه. مگه من سر گنج نشستم. راستشون بذار فاجان به خاطر این تنها این دختر ایرونی که اینجا نشسته ایشونه، یعنی دشمن ماهاست، دوست ما هم هست. بفرمایید. چه چرب؟ نه ببین توقع باید ریلیشنشیپ داشته باشی. اگه نداشته باشی یعنی اصلا کیر نمی‌کنی. هر کاری اوکی اون می‌خواد می‌کنه، تو هم می‌خوای، می‌گه چه ریلیشنشیپیه. توقع باید داشته باشی ولی باید درکم بکنی تو ریلیشنشیپ. مثلا راست میگیم مثلا سر کار میری، اوکی سر کاری الان نمیتونی زنگ بزنی، توقع دارم زنگ نمیتونی، باشه درک میکنم، بعدا بهم زنگ بزن، نه مثلا 12 ساعت بگذره بهم دیگه زنگ نزن. خب بعضی وقتا یه سری چیزا فوجان نه ببین من برو خالت برم یادت میره عزیز دلم. بعضی وقتا شما هست انقدر خسته ای، انقدر درگیری فکری، ببین مغز انسان که 99% عشق که نیستش. خب اوکی دادم میگم 5% عشقه، 3% عشقه. مثلا اون دختره که گفتش که من فقط میخوام وقتی با یه پسر تو ریلیشنشیپ هستم فقط و فقط به من فکر کنه. اوکی این ببین این غلطه، این غلطه. خیلی دختره اینجوری هستن. من تو گفتی اینو؟ من نگفتم. دختر ایرانی مگه نبود؟ دختر ایرانی بود. چرا ولی ببین نکنی چهار تا پسر اینجا نشستی این تفلک بگو اصلا چی داشتم گفتم درباره دختره که این حرف رو زد. اوکی دارم میگم این غلطه، این حرفی که زد غلطه. بابا مثلا منم نمیشینم مثلا با یک پسری که هستم 24 ساعته بشم به اون فکر کنم که تمام فکرم میخوام مثلا به اون باشه. کار زندگی داره مثلا، میدونی وقتی مثلا تایم داشته باشه بهت زنگ میزنه، بهت باهات هستش، اگه کار داشته باشه میره سر کار، به زندگیش هم باید آدم برسه. نمیشه که همش دقیقاً من توقع من باید داشته باشی ولی باید درکم بکنی. اولین دختر ایرانی که دارم میبینم یک همچین حرفی رو میزنه واقعاً. بله. احسن به این من کاپ قهرمانی رو میدم به تو به خاطر این حرف میزنه و انجام میده یا نه. من ازت سوال دارم خوشا حالا دختر دوربین اینو داره میگه. حالا من ببین توقع دختر ایرانی چیه؟
توقع دختر ایرانی فرق داره؟ نه خب خب بگو، به خاطر اینکه من خودم یک آیدیه دارم که دختر ایرانی چیا دوست دارم. قربون صدقه‌شون رو بعد بری، خب نازش رو بعد بکشی که ناز کشیدن از سیگار کشیدن هم بدتره. خب چون اقلا سیگار میکشی سرطان میگیری میمیری، ناز میکشی تو آخر عمرت بعد هی این نازه رو بکشی. یا فکر نمیکنم تو همه دختر همین شکلی هستن. نه باید دختر ایرانی، ببین من به عنوان یک شخص بگو دورگه، خب چون به خاطر اینکه هم تجربه آمریکایی دارم هم تجربه ایرانی دیگه، یک نظری دارم که بیرون از اون چیزی که شما میبینید. اوکی دختر آمریکایی به خصوص دختر سفید پوست توقعش خیلی پایینه، اینو دارم بده از فرهنگی فرق کنه. ولی مثلا وقتی با یه دختر ایرانی تو ریلیشنشیپ هستید، توقع داره که این ریلیشنشیپ بره 4-5 سال بره بعدش باشه ازدواج کنی؟ کی گفته؟ خیلی هستن. من نمیدونم تیپی خوبی نه نریمان، خیلی دختره ایرانی استریوتایپ می‌کنی الان. ندیده خواستگاری نریمان جان. نه به من زنگ نزن، من نه همه نه همه اینطوری نیستن، من اینم نمیتونم قبول بکنم. من دخترایی و درصد بیشترشون خیلی هست. خب این دیگه فرهنگ ایرانیه دیگه، اون دیگه وارد کالچر ما میشه، وارد فرهنگ ما میشه که اصلا ذاتن توی خونه ما اینه، که حالا به خاطر مثلا تربیت هایی که توی خانواده داشتیم، به خاطر حالا نمیدونم موقعیت کشورمون، به خاطر مذهبمون، یا حالا هر چیز دیگه که آدم بخواد اسمشو بذاره، آره دخترای ایرانی قبول دارن بعد یک سال دو سال سه سال دیتینگ توقع دارن که طرف مقابل بیاد باهاشون ازدواج کنه. ولی از این ور اینم به دختر خانوما میگم، شما بعد از سه سال همچین توقعی رو اگر دارید، اگر دیدین طرفتون اون آدم نیست، بعدن شکست میخورین. شما دارید میگین که تو نفهمیدم چیزی که شما دو تا دارین میگین، اینه که یه دختر توقع داره که دو سه سال باشه تو نه دو سه سال نه، مثلا اگه یه ریلیشن 5 سال طول کشیده، بالاخره اون توقع اونجا هست که مثلا یه روز این پسر بره. خب باید باشه، چرا شاید یکی باشه توی ریلیشن باشه اصلا ازدواج نداشته باشه. نه ببین اینو بهت بگم یه چیزی، تو اگر فکر کن بری سر یه کاری، خب یک کار وقتی که توقعت میره بالا اینه که همش پروموشن، اگر اینطوری بمونه خب یک کار دیگه پیدا میکنی. آخه مسئله اینه که تو نسل ما این دور زمانه خیلی به ازدواج فکر نمیکنه. حالا تو امریکا هستی خیلی هستن، خیلی خیلی خودت میشناسی. وقتی یه رابطه خیلی سریوس میشین با هم دیگه، توقع میره بالا، به این فکر میکنی که اوکی الان من با این نفر دو سه سال پنج سال هر چقدر باش موندی، خب الان به کجا داره میرسه؟ یعنی دلیل چی بوده که این همه زمان و وقت و انرژی بذاری بعد از 5 سال بگی همینطوری بوده؟ اگه چیز باشه خب من اگه قرار باشه همینطوری باشه اتفاق بیفته سال به سال عوض میکنه. خب من به خاطر همین میگم که به دخترها با نگاه ازدواج نرین جلو، چون اگر بعد 4 سال ببینید طرفتون اون طرفی نیست که میخواین، بعدن شکست میخورین تو زندگی و این خیلی ضربه سنگینی که حتی تا سالها هم جبران نمیشه و شما بعد از اینم با هر قدمی که میرین جلو به پسرها با یه دید دیگه نگاه میکنی دیگه، هیچ اطمینانی دیگه این وسط نسبت به هر پسری نداری. من اینو میخواستم بگم تو حرفمو قطع کردی. حالا اینجوری خود دارین هی از این ور به اون ور میپرین، از اینجا به اونجا، اما میخواستم برگردم به حرف اول تهران که یه خورده بس داشتاق میشه که میگفتی دختره ایرانی فرقشون با دختره آمریکایی مثلا یا خارجی اینه که مثلا بیشتر به قربون صدقشون بری، خیلی بیشتر یا چیز. اما فکر میکنم از لحاظ احساسی تو همه دخترها هست. دخترها هست، نه اینو شاید تو همه دخترها هست. تنها فرقی که میتونه باشه، شاید حالا شاید اینو بگم به بعض از دختر ایرانی بر بخواد، یه خورده دختر ایرانی متریالیستیک هست. میخوام یه چیزی بگم I don't know Amir. Okay خیلی لوسن، نه لوسن متریالیستی هم نمیدیم. اوه ما هم پرستن. آره مثلا با دختر آمریکایی چیز مثلا آدم حالا مثلا بگیم تجربه داشتیم و اینجور حرفا، من رو بردخت داشتیم به این چیزا نگاه نمی کردن، به این چیزا نگاه نمی کردن. نه ببین اینش هست، من قبول دارم این حرفتو، به خاطر اینکه همه ایرانی دختر ایرانی ها نه، و تو فرهنگ اصل ایرانی همچین چیزی وجود نداشت. این یه چیزی که بخصوص نسل جدید ما دارن اینجا و در تو خود ایران دیدم دخترها که میان اینجا اونطوری شدن. چون مادرای ما خب مادرای خودم خب مادرای ما اونطوری نبودن.
مادر بزرگم رو میبینم اینطوری نیست که بعد بی ام و اینطوری باشه، مشکی اینطوری باشه، اونطوری اونطوری باشه. الان چیزمون داریم میمون. خب نه، بالاخره بازم همه اینا اکسپکتیشن توقعات هستش. توقع مثلا میتریالیستیک واسه چی الان؟ توقع مثلا دختری توقع داره مثلا از دختر، دختری یه دختری که نه اولین چیزی که مثلا بخواد بگه مرد ایدئال من، بگه خب فلان ماشین رو مثلا رانندگی بکنم، مثلا چیز اولیه. حالا اون بعدها احساس و اینا چند سال بعد ایرانی هستی بعد یا بنز داشته باشی، چه ایرانی هستی بعد چه میدونه همچین لباس بپوشی، کفش فلانو بپوشی، تیپ فلانو داشته باشی، ماشین فلانو سوار بشی، کار فلانو داشته باشی. راست میگه. خب ببین الان بهت بگم، دختر سفید میخوای باش مثلا دیت بری، و تنین چیز که لازم داری دوتا بیر و بیدز. شما ها همه استریوتایپ میکنی. ببین این طوری که بگی Asian drivers aren't good. خب there is one Asian driver who's good. Generally من وقتی 66 هستم it's like who's that guy? Oh he's Asian. چقدر پسر رو تنسی فکرشون فرق داره. White girl, two beers, beads, woo! خوشحال میشه. Okay? Black girl, take her to KFC. She's happy. Okay? Persian girl. It's easy to date a Persian girl. You want to date a Persian girl? This is what you do. First, you go to med school. Finish med school. Come out. Get your credit right. خونه وقتی که خریدی. دکترم که شدی. خب ببین اینا خب خیلی دخترها تو خانوادهشون اینطوری بزرگ شدن. خب دیگه. من مثلا هیچ توقعی من وقتی مثلا توی با یه کسی هستم توقع ندارم که حتما باید زیر پاش یه BMW مرسدس باشه. اینو ازت بپرسم. فوجان جون کسی رو میشناسی که اینطوری هست؟ دخترها رو میشناسی که اونطوری که مادری میگیم هستن؟ بله. بیشترشون اینطوری هستن؟ در نگاه خب. هم سفید هم خب وقتی Asian, که میگی هم سیاه وقتی هم. که میگی من نیستم خب شما تکی بانم شما یونیکی عزیزم دخترهای دیگه مثل خالت وای ولی دخترهای دیگه اینطوری که هستن خب ما به عنوان پسر ما اینا رو میبینیم دیگه. چرا یه سوال از تو دارم. من فقط در خودم که حرف نمیزنم. من خودت یه آدم تحصیل کرده ای، فوق لیسانس وکالت داری، حالا در کنار درست تا حالا خودت به همچین دختری برخورد کردی که انقدر یونیک باشه که مثل فوجان؟ مثل فوجان خالشون. حالا ما فوجان میگه من اینطوری هم که فکر نمیکنم و ولی اذیتت من نمیکنم. یک فرشته میشناسم، یعنی نمیشناسم ولی از دور میشناسم که خاله ایشون هستش. خب اونش اون یه چیز از بهشت. خاله من نامزد داره ولش. خب دارم میگم فرشته است همین. ولی دختر خوب ببین، دختر خوب کم پیداست ولی هنوز پیدا میشه. مثل یک گوهری که وقتی که ببین چرا ارزش داره؟ به خاطر اینکه کمه. دقیقاً. حالا من یه چیزی بهت بگم داتیس، خیلی هم جدی میخوام اینو بگم. ببین در زبان انگلیسی خب وقتی میگی I love something، I love McDonald's، I love burgers، I love you فرق میکنه. ولی وقتی تو فارسی یه چیزی که میگی خیلی جدی تره. به خاطر اینکه فارسی خودش زبانش کامل تره به نظر من. یه چیزی که تو فارسی ما میگیم به عنوان یکی که باهاش هستی یه چیز خیلی مهمه. به یکی که هستی نه فقط نمیگی این زن و شوهرن، میگی این همسر منه یا میگی این یار منه. این خیلی مهمه. همسر یعنی چی؟ یکی که سرش یکیه. خب سر به سر میخوابی جایی که میخوابی. خب یعنی چی یار؟ یعنی به انگلیسی چی میشه؟ تیم میت. این چرا مهمه؟ چرا مهمه که میگی تیم میت؟ به خاطر اینکه یار یکیه که عقیدت یکیه. گولت وقتی که با یار تیم میتت وقتی که بسکتبال بازی میکنی، فوتبال بازی میکنی، گول عقیده همه یارا یکیه. دروازه دارن این ور رو نگاه میکنن با هم دیگه. و وقتی که من توپو پاس میدم من انتظار دارم که اون شخصی که توپو میگیره به همون عقیده واسه اون داره کار میکنه و هر کاری که به دستش میاد انجام بده. خب وقتی که با یکی هستی، من داشتیم درباره مثلا با یکی هستی در 5 سال خب توقع ازدواج داره، خب این یاریه دیگه. وقتی که تیم میت داری عقیدتون یکیه، دو نفر که با هم هستن بعد رو یک پیج باشن، همون بعد طرز فکرشون یکی باشه. و اینه که دخترها وقتی که میگیم دختر خوب گوهره، منظورم چیه؟ بخاطر اینکه اون دختر خوب اون میلیونرت میکنه ولی دختر بعد اون متاسفانه یه چیزی که توی ایرانی ها خیلی هست، آفرین همون حرفی که زدی بین دختر ها، خیلی مادیگران، خیلی مادیگران از اون لحاظ که از همون لحظه‌ای که طرف رو میبینن رویاهاشون هم توی اون طرف میبینن. ببین ماشین خوب خوبه، خونه خوب خوبه، نمیدونم ثروت خوبه، ولی اینا تو لحظه اول به دست نمیاد. اینا زمانبره.
خب اگر اون دختر انقدر درک بالایی داشته باشه تمام این ثروت ها رو میبینه توی اون پسر. ولی آفرین، حرف قشنگی زدی، پا به پا با هم میرن جلو. ثروت که فقط به پول نیست. نه ببین، حالا اگر حتی اگرم مادی گرا باشی، حالا بله ثروت فقط پول نیست، پول خوشبختی نیست و در عین اینکه الان خوشبختیه. نمیخوام کاتت کنم، یه بحث دیگه که هست اینجا، خودم الان گفتی چند وقت بعد از یه ریلیشنشیپ بگذره که متوجه بشی اون طرف مال تو هست، به درت میخوره یا نه؟ حالا هر کدوم دو هفته؟ دو هفته اول من امتحان دارم. حالا شما میخواین بگید به نظر من وقت نیست، بعد بری جلو تو بفهمی که کی موقعشه. نمیشه وقت گذاشت. یک سال، یه هفته، یه ماه، یه سال، دو سال. بعضی آدم ها رو در عرض چند ثانیه صحبت کردن میشه تو تهشون رو فهمید. بعضی ها یک سال میگذره تا مثلا خودشون رو نشون بدن، بعضی 10 سال میگذره. مثلا همه فرق داره. بعد چی مثلا یکی ازدواج میکنه بعد از 10 سال میفهمین که نه، اون چیزی که فکر میکرده نیست، طلاق میگیرن. پس بنابراین زمان مشخصی نیستش که بگیم حالا دو هفته یا من حالا بگم چرا اینو ببین... میگم بگو داتیشو عذر میخوام ازت. ببین نریمان عزیزم، اونقدر نباید کم باشه که آدم با سر بیفته تو چاه، و اونقدر نبایدم زیاد باشه که آدم چون عمر انسان یه زمان محدودی داره. نه جدی دارم میگم، یه زمان محدودی داره. اگر قرار باشه تو فقط 8 سالشو صرف این بکنی که مثلا بیدن. یه نفر رو بخوای بشناسی، خب می این 8 سالو میری قلب تو رو کیش کنه. من یه دونه عشق کوچولو دارم. این عشق من 19 سالشه الان. بهشم گفتم که ببین من قربون صدقه تو نمیرم، تو باید قربون صدقه من باشی، چون من آدمی نیستم که احساساتمو بروز بدم. رو راست من نسبت به یه دختر خیلی باش رفیقم، ولی خیلی خوبه، ولی هیچ موقع احساساتمو نسبت به یه دختر بروز نمیدم. شخص عشق من چند تا یه چک لیست داری؟ نه من اینو نشون نمیدم، اینو نشون نه نمیدم. من ببین هر انسانی یه کاراکتری داره. من که نمیدونم، نمیتونم بعد 26 سال سن که ریشه دووندم توی این زمین، که نمیتونم الان تنم کجه یا راسته، نمیتونم تن این درختو صافش بکنم. که من از اون حالت نهال بودن در اومدم، الان یه درختم تقریبا. الان بگم دو هفته چرا منظورم، گفتم دو هفته امتحان دارم، خب یه این تست دارم برای هم دخترم هم پسر. دخترا اینو بدم، گل پسرا رو نخورید. هر پسری که باش میری بیرون در ماشین رو باز کنه، خب باسه تو بذارش کنار. به خاطر اینکه اینو دارم نظر تهرانه، نه الان بذار نظر داتیس هم شنیدیم، نظر امیر هم شنیدیم، نظر شما هم شنیدیم. دوستان عزیز برنامه تمام شد. آره عزیزم، خیلی برنامه من دیدم اتاق فرمان دارن خودشون رو خیلی برنامه قشنگ بای میکنن. خیلی بحث قشنگ دوستان شدن. فرق داره از هم دیگه، لطفا نذارین رابطه های شما دوتا به هم بخوره. عاشق همدیگه باشین، همدیگه رو دوست داشته باشین، عشق یه الماس تراشیده شده. توقع انقدر نداشته باشین از همدیگه، به اون چیزی که میخواییم میرسیم. برنامه رو دیگه نظراتون اول برنامه شنیدیم، آخر برنامه میتونه زنگ بزنین یا برای ما ایمیل بدین، با ما نظرات در میون بذارین. در اونجا یک آهنگی هست هایده میخونه، میگه ای که توی همه کسم، اون رو آهنگ رو شنیدی؟ اگه تو رو داشته باشم به هر چیزی که میخوام میرسم. بعد از این برنامه آهنگ رو براشون میذاریم. نه ولی این مهمه، این یه چیزی که من واقعا بهش باور دارم. درود دوست تهران عزیز، دوستان عزیز تو خونه، خدا نگهدار، خدافظ. وقتی که صدای